سوال ما ایست که چرا اما مسائل تاریخ بشر به قبل از میلاد و بعد از میلاد حساب میزنند؟ اساسا تاریخ چی میگه که بشر چقدر پیش از میلاد حضرت مسیح حضور پیدا کرده در دنیا؟ و همچنان امی مسئله که چرا مورخین وقتی به تاریخ مراجعه میکنن قبل از میلاد و بعد از میلاد میگن؟ میلاد چرا میلاد حضرت مسیح اساس گذاشته شده؟ یکی از سوال هاست. بله، تشکر پای مرد گرامی. خب ما باید یک به اصطلاح گول پست داشته باشیم، یک نقطه رفرنس باید وجود داشته باشه. این نقطه رفرنس یک موضوع بسیار مهمه باید باشه که همه یادشان باشه، امی میلاد مسیح. چون برای اروپایی ها، برای مردم کریسچن این بزرگترین واقعه همیست، میلاد حضرت مسیح. در غیر از او، ما باید یک واقعی را باید در نظر بگیریم که با او ما میتونستیم بگوییم که روز که مثلا اسکندر مقدونی که به قدرت رسید، اما شاید اسکندر مقدونی را هر کس به یاد نداشته باشه چه وقت به قدرت رسیده، ولی میلاد مسیح را هر کس به خاطر خواهد داشت که میتونه به سادگی به یاد بیاره. اما در موردی که قدامت تاریخی مردم تا کام زمان میرسه، من اتفاقا در یک ویدیو کلیپ دارم در با ارتباط می تاریخ افغانستان در یوتیوب که چه زمان انسان ها به می مناطق افغانستان امروزی یا سمیانه رسیدن. و من قبلا در صحبت های خود در مورد عصر زراعت صحبت کردم که 12,000 سال پیش عصر زراعت در اینجا ایجاد شده، که خودش نشان میده که 12,000 سال پیش مردم متمدن شده بودند که به زراعت آغاز کرده بودند. و همونطور که پس بریم نشان میده 25,000 سال قبل هم که در این سرزمین ها مردم وجود داشته، آثار کاوش های باستانی نشان میده که انسان ها در این مناطق آسیای مرکزی وجود داشتند، موجود بودند. کمیال دقیقا به یاد من است که در کدام مناطق ولی بودند. یعنی خود انسان ها را که ببینیم از 2.5 میلیون سال به طرف از افریقا که یعنی هومو ساپین ها ایجاد شدن و به انسان امروزی به هومو ارکتس ها تکامل کردن و بعدا مهاجرت کردن از افریقا اوت اف افریقا به آسیا و دیگه اروپاوی مناطق. خالدی صاحب، چرا تاریخ قمری، تاریخ هجری، تاریخ شمسی در چی مسائل اینا حساب میشه مورد حساب میشه؟ آیا کشورهای اسلامی همه مسائل قبل از هجرت و بعد از هجرت میدانن یا اینا هم به حساب قمری حساب میکنن مسائل تاریخی ده؟ خب البته مو هجرت است، اساس هجری قمری، هجری قمری و هجری شمسی از دوش اساس هجرت حضرت محمد است از مکه به مدینه، منتها یکیش به اساس لونر است به حساب ماه است و یکی به اساس سولر است، آفتاب است. یعنی یکی شمسی است یکی لون. قمری به حساب است که او متغیر است. ماه مثلا ماه یک دفعه ذیقعده در زمستان میاد یک دفعه تابستان میاد، برای اینکه ماه در حرکت است ماه تغییر میخوره. ولی به می خاطر است که ماه قمری زیاد برای عصر امروزی، تمدن امروزی که یک رفرنس پوینت مشخص کار داره، معین کار داره، مناسب نیست و کشورهای اسلامی جمتری قمری را کنار گذاشتن و به جمتری هجری شمسی که ثابت است رو آوردن. اما بعض کشورها مثلا عربستان هنوز هم قمری را ادامه میتن. زنده باشید، تشکر. در بحثایتان از سرزمین های بحر النهرین، سرزمین های باختری، یونان باختری، خاوری، آسیای صغیر نام گرفتین. میشه که بگوین که در لحظه کنونی تاریخ بشری، در جغرافی های بشری کنونی، سرزمین های بحر النهرین و یا یونان باختری دیروزه کدام مناطق احتوا میکنن؟ یا خاور کدام مناطق است؟ آسیای صغیر کدام مناطق است؟ بله.
خب بین النهرین، خب بین دو دریای دجله و فرات است که در عراق امروزی واقع شده و اولین تمدن بشر در امون ثبت شده. سومری ها در امی در امون مناطق ثبت شده و اگر متوجه کنیم امی بزرگترین تمدن های اولین تمدن های بشر در کنار دریاها ایجاد شده. این واقعا طبیعی است. شما تمدن مصر ببینیم در کنار دریای نیل ایجاد شده، دجله و فرات بین النهرین در اینجا ایجاد شده، سومری ها و دیگه اسیرین ها و غیره مردم. تمدن دریای سند میبینیم، هرپا و مونجیجارو در کنار دریای سند ایجاد شده. تمدن بکتریانا و مرجیانا رو میبینیم که بین دریاهای آمو و دریای مرغاب ایجاد شده. همین شهر مرو که مرکز خراسان است یه در اینجا ایجاد شده، همچنان مندیگک یا در قندهار، یا یعنی خود دریای کابل، تمدن هایی که در هده و یاس در کناره دریای کابل ایجاد شدن. این تمدن است که در قسمت یونانی ها و البته و این مناطق آمدن و چیز کردن، آسیای صغیره که آسیای صغیره ترکیه امروزی است، این را چیز کردن، اشغال کردن بعد از جنگ های کمرای فارس های هخامنشی کردن. یونانی ها بخاطر با هخامنشی ها را زیادتر میشناسن، بخاطر که جنگ های زیاده با هخامنشی ها در امی برای گرفتن امی آسیای صغیر کردن، همچنان برای گرفتن مصر کردن، برای اینکه هخامنشی ها حتی مصر را گرفته بودن در اونجا حکومت میکردن و این رومن ها و یونانی های مناطق از دست از وا گرفتن. و بله، و به می خاطر است که ما در تاریخ مکتوب چون یونانی ها نشته کردن، ما در آثار یونانی راجع به هخامنشی ها داریم و چیزی در خود آثار بومی فارس نداریم. بله، بسیار ممنونتان، زنده باشین. خالدی صاحب، شما در صحبتتان توضیحات در مورد یونان باختری و یونان توضیحات دادین، همچنان ما از جا مختیم که یونان از قدیمترین مدنیت‌های بشری و مرکز علم و دانش و فلسفه و حکمت و قانون بود و در اون زمان ها شخصی به اسم مگریت نظریه موجودیت اجسام و اشیاء را در اتم و در خلا پیش کشیده بود. یعنی اینقدر اینا از نظر علم پیشرفت داشتن. سقراط، افلاطون، ارسطو از یونان برخواستن. پس دلایل انحطاط همطور یک دولت قوی و یک مردم پیشرفته و آگاه، عوامل انحطاط و سقوط دولت یونان در کدام مسائل نفته بود؟ چرا اینا از هم پاشیدن؟ اگر شما بیاد داشته باشین، در اروپا یک عصر جاهلیت به وجود می آید. عصر جاهلیت به وجود می آید که او تمام که ارتباط می گیره به می عصر عیسوی، به می بعد از میلاد مسیح، و این عصر و بسیار کتاب سوزی ها انجام میتن، بسیار آثار گذشته را آتش میزنن و که در او زمان امی که بعدا رنسانس به وجود میاد. اگه بخاطر داشتین در اروپا در 100 سال بعد رنسانس یا احیای مجدد تمدن به وجود میاد، اما در یک فاصله بزرگی این یک جاهلیت است در اروپا که حکم فرما میشه و یا هر چیز غیر عیسوی را آتش میزنن، در میتن از بین میبرن، تمام آثار یونانی را آتش میزنن در میتن. خوشبختانه این آثار در زمان خلفای راشدین، در زمان نخیر ببخشید، در زمان خلفای عباسی، در زمان هارون رشید و مامون رشید، بخصوص مامون رشید، در زمان خلفای عباسی در بغداد یا ترجمه میشه. تمام آثار یونانی به عربی ترجمه میشه و حتی اینقدر در اونجا انستیتوتای که ایجاد شده بود اون زمان به علم و دانش یا علاقه داشتن همی علمای اسلامی در اون زمان، که تمام منجمین مثلا ستاره شناسا، ریاضیدانا و یا از اموس عصر است، همی خود ریاضی، الجبر، الگوریتم، همی کلمه الگوریتم
کلمه عربی است الگوریتم، که فعلا تمام موبایل فون گرفته تا کامپیوتر هر چی پروگرام نوشته میشه به می کلمه الگوریتم است، که کلمه عربی است گرفته شده، در او زمان ایجاد شده بود و در او زمان اشخاص بود مثلا البتانی که در اون زمان زندگی میکرد، این می متد ریسرچ علمی رو ایجاد کرد که گفت هر چیز مورد سوال قرار بدین، هر چیز مورد سوال قرار بدین و بعدا کوشش کنین که برای ازی جواب پیدا کنین. این میتود ریسرچ علمی را همی البتانی در اونجا ایجاد کرد و این به می بود که یا شروع کردن به ترجمه کتاب و حتی کتاب از چین می آوردن ترجمه می کردن. تمام اگر همی ترجمه عربی کتاب های ارسطو فرسطو کتاب های فلسفه یونانی نمی بود که بعدا از عربی چیزی که ما شما داریم راجع به ارسطو و دیگه افلاطون و دیگه در حقیقت از عربی دوباره به زبان اروپایی ترجمه شده و نتیجه اینمی ترجمه هایی بود که در بغداد در اینجا صورت گرفت، در بصره و بغداد صورت گرفت. آها زنده باشین دکتر صاحب عزیز، ممنونتان از توضیحاتتان. یک سوال دیگه وجود داره در مورد اسکندر، زیادتر در کشور ما گپ زده میشه. اسکندر مقدونی که او را مادرش آشیل میگفت و پدرش او را ارکولیس میگفت و در مصر او را فراونه میگفتن، فراینه، در افغانستان اسکرکشی کرد. در او زمان در تاریخ تر ما هم خواندیم که گویا کدام دولت سرتاسری یا یک دولت مقتدر مرکزی وجود نداشت، اما با مشکلات مواجه شد. شما در مورد از این چی گفتنی برای ما دارین که چه مدت زمان در مقابل اسکندر جنگ صورت گرفت و یا این خانواده از اونا بعد از اینجا که در افغانستان برقرار شدن چی کارهای بزرگ را انجام دادن و سلطنت از اونا چگونه بود؟ بله، اسکندر مدت بسیار طولانی البته نبود این سرزمین های ما. اسکندر مجموعاً از سال 334 قبل از میلاد تا 330، یعنی 4 سال بود در سرزمین های افغانستان امروزی. 4 سال بود. این میایه از طریق فارس یا میایه و از کابل میایه یا باز از طریق جنوب میره به شمال. باز پس از اون را میایه میره به هندوستان. در بلخ با رخشانه ازدواج میکنه که یکی از دخترای مو سرشناس منطقه بود پدرش، و البته قوای اسکندر با مشکلات زیادی در باختر یا باکتریا مواجه میشه در بلخ و در سرزمین های اون مناطق مواجه میشه. دانشمندای امی مورخین یونانی از قصه‌ای که در زمان بودن آموختن که در اینجا حتی خود داریوش در اینجا توسط پادشاه او عصر باکتریا کشته میشه، یک خانم بود کوره میکشه و داریوشه و کوروشه، هر دوش یکیست، این کوروش و دو نام مختلف معرف شده، این کشته میشه و بخون خودشی را غرق میکنن. مو پادشاه میگه تو بسیار بخون علاقه داری، همی بانک خون زیاد بخوری بخون خودت غرق شوی. یعنی این مرد در اونجا دولت بوده، قدرت بوده محلی که تانسته کروش شکست بده او را بکشه در اون منطقه، که بعدا میایه وقتی که یونانی ها میگیرن این مناطقه میگیرن، یک تعداد یونانی ها به این مناطق مهاجرت میکنن، اسکان پیدا میکنن، همونجا متوطن میشن و این تمدن میبرن. دیگه اسکندر بعد از اینکه پس از افغانستان خارج میشه میره به پاکستان امروزی، از طریق به امتداد دریای سند میره به مناطق کراچی یا باز از اونجا از اون طریق میره بعد دوباره به فارس میره و دوباره میره به مصر میره و بعد در اونجا وفات میکنه یا میمیره. یعنی در اینجا در کشور ما در مناطق ما 4 سال بوده، زیاد نبوده. البته جنرالاش میمونه. بله زنده باشید. بود امی بزرگترین مجسمه بودا یا مجسمه های بودا در کدام زمان ها در افغانستان ساخته شده، ای تحت حاکمیت کدام
دولت ها یا کدام استیلاگران خارجی این مسئله صورت گرفته؟ استیلاگران خارجی نمیتونیم گفته، یعنی در زمان یفتلی ها که آمدن و گفتیم که کوشانی ها هندوش چیز شدن و بودایی شدن، کنیشکا خودش بودایی بود، مرکزش پشاور بود. همچنان در او اصل میبینیم که در حده در جلال آباد آثار بودایی بسیار زیاد پیدا شده، در آی خانم وجود داره، در سرخ کوتلی ها وجود داره، در بامیان وجود داره، در خود پشاور وجود داره، در مس عینک وجود داره، آثار زیادی بودایی در چیزایی که معبدی که در مس عینک پیدا شده نشان میده که، و گفته میشه که مجسمه های بامیان هم در زمان ترکشاه ها ایجاد شده، در زمان چون ترکشاه ها کلشون چیز بودن، بودایی بودن، در کابل مرکزشان بود، وایی بالای تا مناطق بامیان و قندهار یارا در قدرتشان بود، زی حکومت میکردن. گفته میشه که در زمان ترکشاها یا چیز شدن، ساخته شده که همو سالهای مثلا 600 و 500 میلادی است که این چی بگویم 1800 سال قبل، 1000 چند سال قبل.